سلام و صد سلام به تو دوست عزیز امروز اومدم با داستانه ای از جنس طلا از والتر وایت فیک گرفته تا احمق و احمق تر و جی تی توی دنیای واقعی و نوجوان قانون مدار دیوید ویلیامز یه پیرمرد مختره و باهوش بوده که با وسایلی که توی خونش بوده یه دستگاه تولید شیشه درست کرده و قسمت جالبش اینه که اونو میذاره توی شلوارش و اسمش هم گذشته شیکن بی ایشون یه روز توی ون یعمون نشسته بوده که یه پلیس راننده رو میکشه کنار جریمش کنه بعد که میاد داخل ماشین یه بوی عجیبه به دماغش میخوره <applause> خلاصه مشکوک میشه و شروع میکنه به سوال پرسیدن اما والتر با اینکه پیر بوده ولی خیلی بی تجربه بوده و مثل سگ شروع میکنه دویدن ولی این بنده خوده به یه چیزی توجه نکرده بود اونم این بوده که اگه با این دستگاه بدو چی میشه و بله همونطور که فکر میکنید ترکید دو فرد احمق به اسم انبرو جان توی یه ساختمون دو روز توی اتاق نظافت چی گیر میکنن بدون هیچ و غذایی و انقدر احمق بودن که بعد دو روز تازه یادشون افتاده که ای گوشی داریم ما به پلیس بیا زنگ بزنیم پلیس هم میاد که نجاتشون بده و باز زمینش کمکی نمیکنن وقتی این دو تا احمق میان بیرون پلیس میپرسه که اون تو داشتید چه گویی میخوردید و گفتن که به خدا قاتل افتاده بود دنبال اون وگرنه که انقدر خر نیستیم بریم اون تو در الهورن و رفیقش داشتن با کامیون میرفتن که یهو بنزین تموم کردن مطلقا بنزین زدن کار خوبی نمیتونه باشه مگه نه به نظر من بیا یه قایق بدوزیم کار خوبیه خلاصه که میرن قایق میدوزن و حساب قایقم زنگ میزنه پلیس و وقتی پلیس میاد اونجا میبینه که مثل هیون دارن کیف میکنن با این قایقه و بهشون اختار میده که بیان طرف اونا و 100 درصد با قایق فرار نمیکنن به شکار چیکار میکنن میپرن تو آب و میرن طرف جنگل پلیس توی جنگل جلوشونو میگیره و مطلقا بازم کار منطقی نمیکنن و یهو درل میگه تیزر می برو و از اونجایی که پلیس خیلی به حرف مردم گوش میده چرا که نه و تیزر رو مثل بوسه مشوق به بدن نحیف و خیس و لختش پرت میکنه و وقتی هم به میاد از پلیسا تشکر میکنه کلا منطقی بوده مگه نه یه روز این نوجوان زنگ میزنه به پلیس و گزارش مستی میده پلیس هم میره به اون مکان و یهو همون نوجوانه رو میبینه که دستاشو آورده بالا و میگه منو دستگیر کنید پلیس هم میگه قربونت برم فهمیدین بلدی مست کنی حالا برو گمش خونت ولی این یارو پروتر از این حرفا بوده و میگه که نه من زیر سن قانونی ام و باید منو دستگیر کنید و از اونجایی که پلیس خیلی به حرف مردم گوش میده ایشونو دستگیر میکنه